2018 شروع کردم و خب به خاطر پیش‌زمینه‌ای که نداشتم از GCSE و خب میبایست یا مقطع GCSE رو مثل کسایی که مثل خودشون از سکول شروع میکنن و اون مدرک رو دارن، خب من اینو نداشتم. به این خاطر به من این ادوایز رو دادن که میتونی فاندیشن ایر بخونی که یه چیزی مثل پیش دانشگاهی خودمونه، که یک سال من فاندیشن ایر همون آرت رو برداشتم که جامع بود از هر چیزی که میخواستم، مثل ویژوال مرچندایزینگ که همون چیدمان داخلی ویترین و فروشگاه ها میشه، آرت اند دیزاین بود، فشن دیزاین، عکاسی و میکاپ آرتیست، که بعد از این یک سال میتونستی اون سابجکتی که خودت علاقه بیشتری داری رو انتخاب کنی. چجوری اپلای کردم؟ اولا که از سایت یوکاس تو رشته مورد علاقه تو که میخوای بخونی، مثل من فشن دیزاین اند تیکس تایم، یعنی در واقع همون طراحی پارچه و لباسه، من سرچش کردم، یوکاس میاره بر لیست دانشگاهی که تو دوست داری، حالا ملان به شهرت نزدیکه یا اینکه، ولی اینجا چیزی به اسم کنکور نیست، ولی همونجور که گفتم یه مثلا برای ماها که زبان دوممون هستش انگلیسی، شما باید اون حد زبان انگلیسی رو پاس کنی، یعنی اون حد نصاب رو بگیری. حالا بعضی آیت میخوان، من نخواست ازم، چون من فندشین یه رو خوندم که در واقع مثل همونا بود برام و راضی. راستش الان میتونم بگم که سوسو راضیم، ولی از اینکه مدرک دارم اینجا خب آره راضیم. چرا سوسو؟ یعنی به دردت نمیخوره مدرکه یا بازار کارش نیست؟ فقط به خاطر بازار کار، یعنی توی لیورپول من هنوز نتونستم توی رشته خودم جایی رو پیدا کنم که نزدیک باشه به هم، نزدیک ترین جایی من منچستر. گشتید که پیدا نکردی؟ یا نه؟ چرا؟ یعنی نگردن نیست؟ نه ببین مثلا من میتونم بگم تنها شاپی که جاب آفری که بود فروشگاه مطلن بود که آره فشن دیزاین میخواست، یعنی یه لیورپول یه مطلن خب یه خورده چیزه برات، رقابتش هم زیادتر مسلم. ولی نزدیکتر اینجا تو نورت منچستر، یعنی تا دلتون بخواد تو منچستر برای این شغل مثلا بودش خیلی جا شغل هست توی منچستر. آره. پس یعنی توی لندن حتما هست 100%، لندن که اصلا دیگه 100%. چه پایه حقوقی فکر میکنی در نظر بگیرم برای کسی که تازه میخواد بره استخدام بشه؟ خب این خیلی بستگی داره تو کدوم پارتش بخوای بری. اگه بخوای بری ریتیل، خب قاعدتا میتونه به مینیمم ویجز باشه بین 9.5 تا 10 پوند در ساعت. دوست. ولی اگه کسی که بخواد مثلا فشن دیزاین یا فشن استایلیست باشه، خب این اصلا الان من میتونم بگم میتونم نمیدونم راستش رو بخواد، چون بستگی به مهارت خودت داره. ولی برای کسی که داره شروع میکنه سالی 23000 تا سالی 23، یعنی تقریبا ماهی 2000 تا مثلا تقریبا داره. که خب کفاف زندگی رو تقریبا نمیده اینجا، اصلا نمیده. آره. چون مالیاتم ازش میره دیگه. آره. این 2000 تا شما بگو اگر 10% 20% هم بخواد بره، تقریبا 1800 1700 شاید براش بمونه، 1700 میل و این چیزاش بشه 700 هزار تاش بمونه که اونم باید یه چیزی بذاره روش کرایه خونه بده. اینطور میشه. مخصوصا برای جونیور، کسی که تازه فارغ التحصیل شده، کسی که اکسپریانس کاری نداره و ولی میگم همه چی فقط وسیله و شانس هم داشته باشه، ولی من معمولش رو میگم، اونجوری که به طور معمول بخوای بری وارد بشی سی وی تو بدی و استخدام شی. به عنوان کسی که تازه فارغ التحصیل شده نسبت به مثلا کسی که شاید رشته نمیدونم حتی بگم بیوتی بخونه یا زیبایی بخونه، بازار کارش برای من یه خودم فعلا حالا با اون مقایسه میکنم، چون کسی که زیبایی میخونه، آرایشگری میخونه، میتونه بره سر کوچک پر مغازه است، میتونه بره بگه من تخصصم اینه، حالا اولی دومی سومی نه چهارمی میگیرتش، ولی برای شما باید کمپانی باشه. حتما